سلام حضور شما عزیزان به برنامه نور و سلام یعنی برنامه خودتان خوش آمدید با امید صحتمندی شما عزیزان قسمه که پیامبر صلی الله علیه و سلام می که مسلمان ها مثل یک جسم و جان هستند در صورتی که چشمشان درد کنه گویا تمام بدنشان درد را احساس میکنه و در صورتی که چشمشان دچار کدام ضرر میشه گویا که تمام بدن دچار ضرر شده باشه بحث ما امروز روی حقوق مسلمان بالای سایر مسلمان ها است حقوق مسلمان بالای مسلمان زیاد از هرچی که بحث کنیم وقت زیادی میگیره خب باز هم روی چند حقوق اساسیش صحبت میکنیم مهمان من در این مورد استاد وزیر محمد سعیدی استاد دانشگاه و عالم دین هستن خوش آمدید استاد گرامی خوش باشیم خوش شدیم استاد گرامی قسمی که قبلا ذکر کردیم اگر روی حقوق مسلمان بر سایر مسلمین اگر چند دقیقه صحبتی داشته باشین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين در مجتمع إسلامي هر مسلمان در مقابل مسلمان ديگر یک سلسلة حقوق دارة اگر امی حقوق به صورت درست مراعات شوه، اما مجتمع إسلامي مجتمع مرفه بدون نزاع و جنجال و یک مجتمع بدب... نکبخت می باشه و سبب سلامتی هم مسلمان ها و مسلمان ها در همان جامعه ای که حقوق یکدیگه دیگه خود بکنه و اطمینان خاطر زندگی میکنه و یک زندگی مرفه نصیبشان نس... می شود اصلا خداوند متعال در قرآن میشان فرموده انما المؤمنون اخوت مؤمنان بین خود با هم برادر هاستن قسمی که یک برادر نصبی کتی برادر نصبی خود محبتو دوستی داره سر یکدیگه حقوق و احترام داره همی قسم طور عموم مسلمانها هم بینشان همیطور محبتو دوستی داشته باشد و در مقابل یک دیگه خود, خود اصار و قربانی داشته باشد حتی احیانا امی محبت و دوستی که خاطر خدا باشد رابطه از او مستحکم تر از رابطه امو برادرای رابطه برادری نسبی می باشد خداوند امتال مسلمان ها را با هم برادر گفتند تقاضای برادری چیست؟ که هر شخص در, بقا... در, مقابل برادر مسلمان خود ایثار قربانی داشته باشد مصلحت و پایده و منفعت برادر مسلمان او را بر مصلحت خود مقدم بدانه و درد و مشکلش برسه و در خوشیش اشتراک بکنه و به می اساس قسمی که حدیث رسول علیه السلام است المسلم و اخو المسلم لا یزلیمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مذاكي مسلمون براداري مسلمون استقاظاي براداري مسكي لا يظلمه سره بیرادر مسلمان ظلم نکنه نو حق اور جوور نته ولا یسلیمه وان بیرادر مسلمان خوده به ظلم تسلیم نکنه چی معنی اگر دیگه کس سرهش ظلم میکنه اور فرصت نته ا چی سره بیرادر مسلمانش ظلم میکنه ازو دفاع بکنه و نصرت و همکاریش بکنه جلوی ظلم دست زور ازو بگیره ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كسى كدر تلاشي برا أرد ساختن و مشكلة برادر مسلمان قد تلاش ميكنا خداوان امتال حاجاتشان در دنیا و آخرت پره میکنه و کسی که از برادر مسلمان خود یا یک مشکل دور کرد در رفع مشکلشان همکاری کرد خداوان امتال در مقابل همی رفع مشکلش در روز قیامت مشکله می برادر مسلمان دور میکنه او پرا میکنه و کسي کې برادر مسلمان خدا پرده پوشي کړ در برادر مسلمان خدا یو حيبه ردید اور پرده پوشي کړ او افشا نکړ و ديګر مردو خدا او مثال توسوسه ازي در روز قیامت اور پرده پوشي میکنه با اساس همدي حديث او ايات کې دبره د مورد برا برادر اسلامي اومله یو سلسله حقوق شریعت اسلامی برای هر مسلم در قابل برادر مسلمان تعیین کرده که امی حقوق بعضش سرش واجب است و بعضش مستحب است بطور مثال وقتی که برادر سر برادر مسلمان خود سلام بته وقتی که کتش روبرو میشد سلام برش داده شد که السلام علیکم و رحمت الله و در مقابل برادر مسلمانش باید جواب که و حل و که وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حق دوم هم ایست کی یکی برادر مسلمان کی برادر مسلمان خدا با ولیمہ عروسی یا مهمانی دعوت بکنه هم دعوتشه قبول بکنه سرش واجب است کی انی اگر عذر نداشته باشم دعوتشه قبول بکنم و همچن حق دیگه هم ایست کی وقته کی برادر مسلمان عصب زنه در مقابل عدسایش که او الحمدلله بگید یرحم کلا برش بگید ای هم سرش حق داره و حق دیگه ای که برادر مسلمان سر برادر, برادر مسلمان خود داره وقتی که برادر مسلمانش مریض شود و عیادتش برود پرسانیش پرسانیش بکنه و اگر از دستش کمک و همکاری باشه همکاری و کمک هم راشان بکنه و همچنا حق دیهاе هم иس که وقتی که برادر مسلمان وفات شود به جنازه اش برаود اوره تدفین تکفین تجهیز بکنه و حق دیگه هم иس که اгر یک برادر مسلمان قسم بخوره ک قسم باخداس ک هی کاره میکуنیم در مقابل پوره کردن قصمиش همراهش مارӣ اسباب و وسایل رو برش برابر کن که ام قسمش کنه که هم قسمش پورا کنه این هم چیز است. و حق دیگه ای که برادر مسلمان سر برادر مسلمان داره که نصیحت مشوره است اگر یک برادر مسلمان در مورد یک موضوع یا مشکل یا کاری از برادر مسلمان خود نصیحت بخواه نصیحت برش بکنه و یک مشوره خیرخواهی برش بده اې هم سر شحق در او دغه حقیقي مسلمان سره مسلمان دی چې څه کې به راغوت میپسنده ده وقبول میکنه برای درازره مسلمان سره او رب سم کنه حدیث رسول الله عليه السلام <applause> <حمد> هماس چې رسول الله عليه السلام میپرمد چې لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المسلمان كامل تو وقت يك شخص شده نمیتونه تا وقت يكي باري برادر مسلمان خود آن چيز را خوش کنه كي او را خود خوش میداره و همچنان برادر مسلمان خود نبا زبان و فيل فعل ازياد بکنه يعني گفت سخت دروشت ناسازا برش نود و نون ضربو شتم چیز نون و ده حق برادر مسلمان ه اиس ک مسلمان در مقابل برادر مسلمان خود متواضع با متبر نبا تبران عل ا شنین و منون حق دیگه هم اиس ک ار بین دو برادر مسلمان خبان یا رنجش باد امی خبگانش خبگان رنجشش تا سی روز زیاد ادامه مورد هم رسول الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث بن مرت به ثلاث فيلقيه ويسلم عليه فين رد عليه السلام فقد اشترك في الاجر وان لم يرد عليه فقد تا فقط با عبد با اسم برای مسلمان جایز نیست که برادر مص... 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 برادر مسلمان خود از سی روز زیادتر بکنه یعنی اورا... اگر سی روز سرش شد باید همراهش ملاقات بکنه ورش سلام بته اگر در مقابل سلامش جانب دیگه سلام علیکم سلام گفت هر در عجز شریک هستن و اگر او جواب نداد او در حقیقت گناه هم شخصه و دوش گرفته آه. و همچنان از تقاضای برادری اسلامی هم است که باید همراه برادر مسلمان تا هر قدر که میتونه خوبی بکنه و ازش نکنه و از تقاضای برادری اسلامی هم که کلانا احترام شود و بالای صغیرها شفقت شود شفقت شود و همچنان از تقاضای برادری اسلامی همیست که برادر مسلمان بالای برادر مسلمان خود بدگمان نباشد دائما در حقش حسن زن داشته باشد نظر خوب داشته باشد حسن نیت داشته باشد و دی مورد هم خداوند متعال

بر حذر باشین چرا که اکثر بدگمانی بدترین دروغ و همچنان باید مسلمان ها بین خود محبت و دوستی داشته باشد امی محبت و دوستی بین خود بینشون سبب و رای وسیله برای دخول جنت جنتشان می شود و رسول الله صلی هم میپرمایه که کسی با جنت داخل نشده نمیتونه تا بین خود محبت نداشته باشد پس بین خود باید محبت بکنه و همچنان رسول الله صلی الله علیه گفت که آیا چیزی را رای را برشتان نشان نتیم که توسط از این بین تان محبت زیاد شود که محبت سبب دخول جنت تان شود و او فشو سلامه بین خود هم سلام انداختن به یکدیگه خود ایره زیاد بکنین و ای وسیله محبت تان میشود و محبت بین تان وسیله دخول جنتتان میشود اینمی بعض مختصر حقوقی است که یک مسلمان در مقابل برادر مسلمان خود داره اگر واقعا مسلمانها <سلام> همی حقوقه به صورت درست مرات بکنه در مجتمع اسلامی جنگ و اختلاف و بدبینی و منازات هیچ چیز نمی باشد یک مجتمع مربح مرفه و دارای دوستی و محبت و چی می باشد و من الله توفیق سپاس داد از حضورتان و تشکر از اینکه دعوت ما را از شما هم تشکر بیننده های گرامی کسانی که این برنامه را بیننده هستین اگر سوال و یا موضوع نزد شما هم است با ما شریک بسازین تا مبحث روی اون در برنامه های آینده داشته باشیم وقتتان خوش الله نگهدارتون